خیلی از حقوق و آزادی‌هایی که ما امروز اونا رو تضمین شده می‌دونیم و نبودش در بعضی جاها باعث تعجبمون میشه، به مرور زمان و با مبارزه و کمپین به دست اومده. مثل حق مالکیت، تحصیل، حداقل دستمزد، ساعت مشخص کاری، آزادی بیان، حق رأی زنان و خیلی حقوق و آزادی‌های دیگه. برای مردم خیلی از کشورها ممکنه تصور سخت باشه که هنوز هستن جوامعی که از حق رأی برای انتخاب رهبر کشور خودشون برخوردار نیستن، یا جوامعی که هنوز به زنان اجازه رانندگی یا حتی کار کردن نمیدن. اما چنین کشورهایی هست، هرچند اندک، ولی بسیارند کشورهایی که اجازه نمیدن یک نفر عشق خودش رو از میان همجنسگرایان خودش انتخاب کنه. تعداد کشورهایی که چنین حقی رو به رسمیت میشناسن هرچند کم، اما در حال افزایشه. فعلا 19 کشور این آزادی رو به رسمیت میشناسن که زنان با زنان و مردان با مردان بتونن ازدواج کنن. ایرلند، کشوری که تا 2 دهه پیش همجنسگرایی رو جرم میدونست، 3 روز پیش به جمع این کشورها پیوست با برگزاری یک همپرسی. خیلی از این رو به فال نیک گرفتن، بعضی ها مخالفت کردن و البته خیلی از خودشون پرسیدن چرا باید اکثریت درباره حقوق اقلیت ها تصمیم بگیره. مگه شما مثلا در یک کشور مسیحی رفراندوم میذارین که آیا هندوها میتونن به روش خودشون عبادت کنن یا نه؟ شما درباره این همه پرسی چه فکر میکنید؟ موافق هستید که درباره آزادی ازدواج همجنسگرایان در کشور شما هم همه پرسی برگزار بشه؟ فکر میکنید چرا پذیرش و حمایت از ازدواج همجنسگرایان در دنیا داره زیاد میشه؟ جامعه‌ای که شما توش زندگی میکنید چقدر پذیرای این مسئله است؟ از این راه در بحث ما شرکت کنید. ایمیل، وبکم و تلفن و اسمس. این شماره ها رو هم یادداشت کنید. 2 شماره تلفن داریم، به این شماره ها زنگ بزنید و شماره بدید تا همکارانم در طول برنامه با شما تماس بگیرن. 2044-207-765-2077 و 2044-207-765-2078. اسمس بزنید به شماره 2044-78-94-62-11-19 یا از نشانی ایمیل شما @bbc.co.uk برای ارسال نظرها و شماره تلفناتون استفاده کنید. در شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل فیسبوک، توییتر و اینستاگرام هم میتونید نظر بدین و در بحث‌های نوبت شما شرکت کنید. هفته گذشته در میان کاربران انگلیسی زبان این شبکه‌ها بحث همپرسی ایرلند داشت. مگه نفره؟ بله، در شبکه‌های اجتماعی که نگاه می‌کردی در مورد رفراندوم ایرلند 2 تا هشتگ داغ شده بود. اونهایی که می‌خواستن رأی بله بدن و گروهی که رأیشون منفی و نبود. براتون گزارش می‌دم نظر این دو گروه چی بوده. شما هم نظرتون راجع به ازدواج همجنسگرایان برام بفرستین. بریم پیش ستار بلافاصله و صحبت‌های شما رو بشنویم. خب، از همه پرسی در ایرلند گفتیم. برای همین هم برنامه رو با 3 بیننده از ایرلند شروع می‌کنیم، بحثی که از اونجا این هفته شروع شد. شمس‌الدین در ایرلند هست، شیلان باز هم در همون کشور و همچنین با وبکم، هادی از ایرلند. هادی رو هم اینجا داشته باشیم اگر تصویرش ظاهر بشه. خب، حالا تا هادی میاد من با شمس‌الدین صحبت بکنم. شمس‌الدین، نظر شما در این مورد چیه؟ شما موافق بودید که چنین مسئله‌ای به همه پرسی گذاشته بشه؟ عرضم خدمت شما، من مخالف ازدواج همجنسگرایان تو ایرلند نبودم و نیستم، اصولا یه حالت خنثی باشه، ولی من با هدف همه پرسی، با اینکه که همجنسگرایان بتونن صاحب فرزند بشن، با این مسئلهش مخالف بودم و نمیتونستم بپذیرم که یه همچین مسئله خیلی تخصصی که در آینده یه سری افرادی که حاصل از این ازدواجه، فرزندانی که حاصل از این ازدواجه، چجوری میتونن جامعه باشون برخورد کنه، آیا فردا در آینده مثلا حاصل از این ازدواج فرزندانی که به این جامعه اضافه میشن، جامعه، بستر جامعه پذیرای همچین فرزندانی هست؟ خاطرمون هست که این همفارسی برای قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان بود، نه الزاماً فرزند داشتنشون. با این حال باز هم همین نظر رو داری؟ بله، ببینید، مخالفان اکثرا به خاطر این مخالف بودن که با حضانت بچه مخالف بودن، با یعنی اکثر این مخالفانی که رأی خیر دادن به هم همه پرسی، دلیلشون فقط این بود که در تضاد با نهاد سنتی خانواده است. وقتی بخواد دو تا پدر یا دو تا مادر صاحب فرزندی بشن، بعد در تضاد با نهاد، اصولا این همه پرسی به صخره کشیدن کلیسای کاتولیک رومی بود تا ای که مثلا بخواد یه همه پرسی واقعی باشه. مثلا ببین، هدف از همه پرسی پریز از قانونگذاری به زیان اکثریت جامعه است، نه قانونگذاری در قبال باورهای اقلیتی جامعه است.
توجه کردید. حالا ما دیدیم که اکثریت جامعه موافق هست با این حق رو که این اقلیت داشته باشه، نه؟ بله، اکثریت جامعه پذیرایه. من سوالم اینه که آیا حاصل از آیا فرزندان حاصل از این ازدواج زوج هم جنسگرا در آینده مورد پذیرش جامعه هست یا نه؟ این همین نکته رو اجازه بدید با هادی از ایرلند که وبکمش فصل شد بپرسیم. هادی شما اولا موافق بودی که این موضوع به همه پرسی گذاشته بشه، برش هم مشخصا در مورد نظر شمس الدین چه فکر میکنی که نگرانیش در مورد بنیان خانواده است که خیلی ها از سنتی هایی که با این نوع ازدواج ها مخالف هستن هم ممکنه همین نظر رو داشته باشن. با عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، من بله رأی موافق دادم و دلیل برگزاری همه پرسی هم این مشکلی بودی که در قانون اساسی ایرلند وجود داشته. قانون اساسی ایرلند رو سال 1922 در حدود 100 سال پیش نوشته بودند و بر طبق قانون اگه این قانون اساسی نوشته شده بوده که یه مرد با یه زن میتونه ازدواج کنه و برای اینکه این قانون رو عوض کنن خود همجنسگراها تقاضا دادن که همه پرسی برگزار بشه و خوشبختانه رأی آورد. و در مورد صحبت‌های دوستمون فکر می‌کنم که مشکل قبلش هم بوده، یعنی الان همجنسگرها به صورت مثلا یک همجنسگرها میتونسته به بچه اداپت کنه، ولی خب دوتا نمیتونستن به فرزندی بگیری. بله 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 یه مثلا یک، ولی خب به عنوان یه زوج نمیتونستن. این نگرانی که شمس الدین هست الان تو جامعه ما اینجا داریم، خیلی مثلا دوتا پدر دارن یا دوتا مادر دارن و خیلی آدم های نرمالی هستن و هیچ تأثیری روی سکشوالیتیشون نداشته اصلا. و من واسه همین مخالف صحبت های دوستمون هستم. بسیار خوب. شیلا نظر شما چیه؟ فعلا صحبت از خانواده است که اگر چنین زوجهای بچه بخوان به فرزنده بگیرن در آینده تکلیف این بچه ها چه خواهد شد؟ چی فکر میکنی شما؟ من هم با آقای هادی موافق هستم. همونطور که گفتن حتی قبل از اینکه رفرندوم برگزار بشه خیلی کاپل هایی که همجنسگرا بودن میتونستن بچه ادابت کنن، ولی خب از نظر قانونی یه مشکلاتی کوچیکی داشتن و به نظر من الان این رفرندوم چیز خاصی رو در این موضوع عوض نکرده. حتی فکر میکنم که شاید کمک کنه به این بچه ها که خب بالاخره مدرسه باید برن، در جامعه باید زندگی کنن و اگه بدونن که خب بیشتر جامعه با این موضوع اوکی هستش، خب برای این بچه ها خیلی فان راحت‌تره زندگی کردن و به مدرسه رفتن. و من میگم من هم خودم با اکثریت مردم ایران موافق بودم و به نظرم اگه این جزء قانون اساسی کشور هست و ما در دموکراسی در این زندگی میکنیم، پس مردم خودشون برای این انتخاب بکنن که قانون رو عوض بکنن. و واقعا در ایران این خیلی اتفاق خیلی خوبی بود و فکر میکنم که کمک کنه در رفرندوم های بعدی که ممکنه پیش بیاد، چون باعث شد که خیلی مردم پاشن و برن و رأی بدن و ترن اوت امسال خیلی بالا بوده، حتی بچه‌های خیلی جوانی زیاد بودن و خودشون رو ثبت نام کردن و شرکت کردن در این رفرندوم. شمس الدین جوابتو گرفتی یا همچنان انتقاد داری به این موضوع؟ ببین یکی از کمتر از یه دهه که من در ایرلند زندگی میکنم تو بطن جامعه ایرلند واقعا زندگی، چون من با یه پارتنری هستم که ایرلندیه. مثلا من دوستانی دارم که به عنوان مثال یه فرزندی دارن ولی نمیدونن، فرزند نمیدونه پدرش کیه. توجه کردید؟ یعنی این یه هنجار واسه این فرزند داره بزرگ میشه توی جامعه، هنجاره که نمیدونه پدرش کیه، جستجو میکنه دنبال این سوال، نمیدونه، میخواد بدونه که اصلش از کجاست، مال کی از کجا بوده، متوجه. بعد من میخوام بدونم که فردا این بچه ها بزرگ بشن، یکی از نکات مثبت ازدواج در حال تعادی حفظ منافع بچه هاست، درسته؟ وقتی به عنوان مثال اگر مثلا چند همسری به همه پرسی گذاشته بشه، یه سری آدم ها با توجه به منافع روحی و شخصی و جسمی و جنسی که دارن ممکنه رأی مثبت بدن به این مسئله. آیا این درسته همه پرسی انجام بشه واسه این؟ برای شما احتمال میدی مثلا چه موضوعی در ایرلند رأی مثبت رأی زیادی بگیره که قانونی بشه، مثلا اگه برای گذاشته بشه بر فرض؟ ممکنه مثلا تو ایرلند تعداد زوجین به همه پرسی گذاشته بشه و رأی مثبت بیاره، یا در فرانسه مثلا که جامعه مسلمان خیلی زیادی داره با اون سنت ها و باورها مثلا. میخوام در کل اینو بگم که همه پرسی تو بعضی از موارد نمیتونه
بسیار خوب. جواب مطمئن و خطر و به مثال چند همسری اشاره میکنی. هادی همه پرسی رو شیلا شمسدین معتقد است که راهش نیست، مثلا اگر همه پرسی بشه از جامعه‌ای مثل ایرلند که آیا با چند همسری موافقید و مردم رأی مثبت بدن، آیا میشه این رو تصویب کرد؟ در این مورد چه فکر میکنی؟ اولا که فکر کنم دوستمون با فرزند خوندگی اصلا مشکل داره، چون در صحبتاشون اشاره کردن که بچه‌ای داره بزرگ میشه نمیدونه با مامانش کی یعنی و اینا، اون فرق میکنه. ولی در مورد چند همسایه فکر نکنم اصلا چنین چیزی به حالا در مسئله مناقشه نیست. میگه اگر همه پرسی گذاشت، اگر چرم همسری رو نمیشه به همه پرسی گذاشت، بنابراین ازدواج همجنسگرایان رو هم تلبیه معتقد است که نه. همونجوری که من اشاره کردم گفتم این یک خود همجنسگرا تقاضا کردن، 10,000 تا درخواست فرستادن و بر اساس قانون اساسی ایرلند اگه چیزی در قانون اساسیش بند اساسنامه قانون اساسیش خلل بشه باید رفراندوم برگزار بشه. این یه چیز داخلی بود، یک قانونی بود، چند سال پیش مشارکت مدنی قانونی شد، ولی بازم یه نقطه ضعفی داشت، اینا به حق کامل، به حقی که بقیه مردم داشتن نرسیده بودن، واسه همین این به پارلمان هم قصد داشت اینو تایید کنه، ولی دوباره میترسن به سنا بره و سنا ردش کنه، به خاطر اینکه سنا هم میگفت این غیر بر اساس غیر قانون اساسی نیست، واسه همین خودشون دیدن که بهترین کار اینه که یه دفعه اینو به همه پرسی ببرن و با اعتمادی که به مردم داشتن، به مردمی که مثلا همجنسگرا نبودن. به هر حال این مشکلی که الان یه همجنسگرا توی خانواده اگه به چش تابو بهش نگاه بشه خیلی چیزا رو تمام افراد جامعه تاثیر میذاره، تمام افراد اون خانواده و همچنین جامعه تاثیر میذاره. مثلا کنیم الان شاید مثلا پسر خاله من مثلا یا چه میدونم یکی از دوستان همجنسگرا باشه و اگه بخواد اینو قضیه رو پنهون کنه باعث شرمندگی خانواده بشه این بده دیگه. ولی این هم پرسی باعث شد که این دیبیتی هم برگزار بشه، بهش مردم یه حالت اطلاع رسانی داشته، فرهنگ سازی بود که مردم یه جورایی با هم بحث کردن، قبول کردن که این قضیه اصلا برای همیشه ادامه پیدا کنه. شیلا من اولا یک چیزی رو اصلاح کنم، در یک قسمتی از برنامه گفتم 28% مخالف کردن، 38% مخالف بودن. حالا فکر میکنی این 38% در آینده ممکنه حالا که این موضوع قانونی شد نظرشون تغییر بکنه، مخالفت فکر میکنی در جامعه ایرلند کمتر خواهد شد با ازدواج همجنسگرایان؟ من فکر میکنم که میشه و فکر میکنم که این درصدی که رأی ندادن، اونطوری که من نگاه کردم و فالو میکردم جوابا رو، بیشترشون خارج از شهرهای بزرگ بودن. خب دموگرافی که این ایریا فرق میکنه، بیشترشون سن بالاتر هستن و شاید هم مذهبی تر هستن. من فکر میکنم این تبوی ترسی که مردم دارن، ترس این که حالا اگه این تصدیق بشه چی میشه، و مطمئنم که بعد از یه سال میبینن که اتفاق خیلی خاصی نمیفته و جامعه خراب نمیشه و هیچ اتفاق بدی نمیفته و مردم دارن در صلح و رفاه زندگی میکنن، و مطمئنم که این حتما نظرشون عوض خواهد کرد، فقط باید خود بهش وقت بدیم. و من میدونم که خیلی آدم ها تو همین پروسس چند ماهی که قبل از رفرندوم بود حتی نظرشون مثبت شد، به خاطر اینکه خیلی کمپین های مختلف اینجا برگزار شد، چه کمپین های مال پالیتیکال پارتی ها بود، چه کمپین های شخصی بود، و خیلی داستان های شخصی آدم ها در اشتراک گذاشته شد، که این خودش خیلی خوب بود که مردم تو سال اونه که این رفرندوم فقط یک قانون نیست، این واقعا روی زندگی یک مرد یا یک زن واقعا یه تأثیری میذاره، و این خیلی فکر میکنم که تاثیرگذار بود روی نظر مردم، و مطمئنم که حتی یک سال دیگه شاید تعداد خیلی بیشتر از مردم اوکی باشن با این رفرندوم و نظرشون مثبت بشه. هادی که ایرلند نسبت به خیلی از کشورهای اروپایی کشور مذهبی تر هست، چه اتفاقی افتاده در این کشور نسبتاً مذهبی و سنتی تر که 22 سال پیش همجنسگرایی جرم بود در قانون، حالا 3-4 روز پیش مردم با یک رأی اکثریت موافق ازدواج همجنسگرایان میشن، این تغییر رو چطور میگی؟ به هر حال به خاطر مسائلی که کلیسای کاتولیک واسه مردم به وجود آوردن، مردم همیشه دنبال این بودن که یه جورایی دین رو از سیاست جدا کنن. بر از طرف دیگه رشد اقتصادی ایرلند باعث شد که ایرلند از اون حالت ایزوله بودن، آیسولیت بودنش خارج بشه و مثلا خب پذیرای مهاجران خیلی زیادی از کشورهای خیلی مختلفی شد، واسه همین اصلا این فرهنگ مردمش تغییر کرده، داره تغییر میکنه هر روز با سرعت زیادی، که چیز خوبی هم هست. و خب بیشتر به جامعه مثلا fair mindedness تبدیل شده، یعنی جامعه‌ای که دیگه همه چی رو قبول داره و یه حالت welcoming داره، واسه همین از اون حالت سنتی
داره به کاملا به یک جامعه مدرن تبدیل میشه. مشکرم هادی از ایرلند، همچنین در همون کشور شمس الدین و شیلان. بریم سراغ واکنش هایی که فرین از فضای مجازی گیر آورده در مورد این رفراندوم. این بحثی که الان بیننده ها کردن تقریبا میتونم بگم بین کاربران انگلیسی زبان شبکه‌های اجتماعی هم وجود داشت. به هر حال این بیننده های ما هم در ایرلند بودن و آشنا بودن با این بحثی که منم الان میخوام بهشون اشاره کنم. تو شبکه‌های اجتماعی که من نگاه میکردم دیدم عمدتا دو گروه وجود دارن، اونهایی که میخوان برن رأی بله بدن، موافقن با ازدواج همجنسگرها در ایرلند، و اونهایی که مخالف این هستن. ولی بحثاشون خب متفاوت بود و البته فعالیت هایی که میکردن در شبکه‌های اجتماعی هم اونهایی که می‌خواستن رأی بله بدن یا اینکه دیگران رو نظرشون جلب کنن که رأی مثبت بدن بیشتر کمپین بکنن، بیشتر دیده می‌شد که اونها دارن فعالیت‌های بیشتری می‌کنن. یکی دو تا هشتگ داغ شده بود برای اونهایی که می‌خوان برن و رأی بدن، اونهایی که حس می‌خواستن برن بیشتر تشویق کنن به برابری و حقوق برابر برای همجنسگراها، اونها هم باید مثلا حق ازدواج کردن در ایرلند داشته باشن. این یه دونه هشتگ بود. یه دونه دیگه این بود که برگردیم به خونمون، یعنی ایرلند، و بریم اونجا در رفراندوم شرکت کنیم و رای بدیم. کسایی خارج بودن دیگه. آره دیگه، در خارج از ایرلند بودن. تو توییت های مختلف که ببینیم، مثلا میبینیم که یکی دو تاشون از جاهای مختلف، من فقط میخوام نشون بدم که روزی که دارن مسافرتشون شروع میکنن عکس گرفتن و توییت کردن که ما داریم میریم به ایرلند، برمیگردیم و تا رای بدیم. مثلا این عکس پاسپورت ایرلندش گذاشته، نوشته که من دارم میرم رای بدم تا اینکه آینده ایرلند رو تغییر بدم. یا این مثلا گفته که این کاربر گفته که از برلین دارم میرم به ایرلند، یا این کاربر گفته که دارم از ابوظبی برمیگردم به ایرلند. و به نوعی میشد دید که فضای کلا جامعه تغییر کرده و به نوعی یک سری شور و شوق برای این رفراندوم وجود داشت. یه سری هم داشتن میگفتن که خانواده‌های اونها هم دارن به نوعی حمایت میکنن از این قضیه. مثلا این کاربر عکس اتاقش رو گذاشته روی توییتر، گفته که مثلا مادر خودش همجنسگرا هست، گویا این کاربر گفته که مادر من مثلا اتاق منو رنگین کمانی کرده که من برگردم و در رای شرکت کنم. یا حس و حال حتی اتوبوس هایی که به سمت ایرلند میرفتن هم به نوعی تغییر کرده بود، همونطور که میبینیم بادکنک های رنگی و رنگین کمانی وجود داشت. یا اینکه مثلا فرودگاه ها اون شلوغی توشون دیده میشد و توییت های متعددی که داشتن میگفتن که دارن مردم ایرلندی ها برمیگردن تا برن به نوعی یک تاریخ جدید و برای کشورشون رقم بزنن. تو توییت های هم همچین چیزی اومده که شاید ایرلند اولین کشوری هستش که داره تو این زمین گام برمیداره، رفراندوم برگزار میکنه و به نوعی یک نقطه عطف تاریخی خواهد بود. اولین کشور هست که با همه پرسی، بله با همه پرسی و رفراندوم داره این دقیقاً. یه سری از ایرلندی هایی هم که نمیتونستن برگردن به ایرلند و رای بدن، داشتن به نوعی دیگران رو تشویق میکردن که اگر در ایرلند هستن اونها برن رای بدن، و بیشتر اونها کسایی بودن که رای مثبت میخواستن بدن. میگفتن شماها برین به نوعی نماینده ما بشین و این کار رو از طرف ما انجام بدین. اون طرف قضیه هم اونهایی که رای منفی میخواستن بدن به این قضیه، به رفراندوم، و دوست نداشتن که همچین اتفاقی تو کشورشون بیفته، داشتن مثلا عکس های متعددی رو به اشتراک میذاشتن یا دلیل خودشون رو میگفتن که چرا دوست ندارن که به رفراندوم به نوعی نتیجه بگیره. این اون شعاری که اونجا هست شبیه تقریبا نگرانی هست که شمس الدین داشت که میگه که هیچ کس نمیتونه جای مادر رو بگیره. این باز هم بنیان خانواده، همین بحث بنیان خانواده و اینکه خانواده در آینده چطور خواهد شد بحث اصلی بود که این گروهی که بیشتر نه رأی منفی میخواستن بدن داشتن عنوان میکردن، دست روش گذاشته بودن، میگفتن که اگر شما کسی هست که هنوز اعتقاد دارین که خانواده متشکل از یک پدر و یک مادر هستش و بچه باید در همچین فضایی بزرگ بشه، پس رأی شما منفی خواهد بود و بهتره که برین رأی منفی بدین. یه سری دیگه اومده بودن بحث می‌کردن با همین افراد و به نوعی داشتن اعتقاد اینها رو به چالش می‌کشیدن. می‌گفتن الان دیگه تو دنیای امروزی حتی اگه پدر و مادر، زن و مرد هم وجود داشته باشه در خانواده، دیگه اون خانواده مثل گذشته نیست که بچه همه شرایطش رو داشته باشه، یعنی که از اون مهر و محبت مادری یا پدری بخواد استفاده کنه. حتی اگه زوج همجنس هم وجود داشته باشن، همونقدر امکاناتو میتونن بدن به بچه، همونقدر میتونن مهر و محبت بکنن به بچه، که حتی ممکن خیلی از بچه‌هایی که در یک خانواده معمولی هم دارن زندگی میکنن از اون چیزها برخوردار نباشن. و این مسئله بود که داشتن روش تاکید میکردن، ویدیوهای مختلفی به اشتراک گذاشته بودن، دلایل خودشون داشتن عنوان میکردن. یه بحث دیگه هم که عنوان شده بود که چقدر قشنگ دارن هم گروهی که میخوان رأی مثبت بدن هم گروهی که رأی منفی میخوان بدن از اون مواضع خودشون دفاع میکنن. به نوعی یه سری داشتن میگفتن متمدنانه دارن این کارو میکنن، یعنی رو عقاید خودشون دارن پافشاری میکنن و تخریب نمیکنن
گروه مقابل رو به نوعی. بعد از اینکه حالا رای گیری و رفراندوم انجام شد، نتایج اعلام شد، واکنش ها گسترده در شد، به صورت جهانی به این قضیه نگاه کردن و به اون روزی که نتیجه اعلام شد، ترند ایرلند و این نتیجه که شده بود جهانی شد تو شبکه های اجتماعی، فقط در انگلیس یا ایرلند باقی نمونده بود. این رو می‌بینیم که مثلا روزی هستش که رأی انجام شد تو مناطق مختلف، رأی‌ها خب درصدها متفاوت بود، اون ام پی‌ها یا نماینده‌های مجلس، بله نماینده‌های مجلس اومده بودن اون رأی محلیشون رو به اشتراک گذاشته بودن. من دیدم که در آمریکا هم این رأی ایرلند خیلی واکنش‌های زیادی داشت. فرماندار نیویورک همچین توییتی کرده، تبریک گفته به ایرلند و گفته که من منتظر روزی هستم که همچین برابری رو در آمریکا هم ببینم برای مردم. اینم یادآوری کنیم که در بعضی از ایالت‌های آمریکا به رسمیت شناخته شده، در بعضی اتوبوس قانون فدرال کلی نیست در آمریکا. بعضی از ایالت‌ها خودشون تصمیم گرفتن که این کارو بکنن. شاید داره ابراز امیدواری میکنه به نوعی که قانون فدرال سرتاسری باشه برای تمام کشور. داره برای تمام آمریکایی‌ها همچین امیدواریو میکنه. حالا نگفته کجا دقیقاً منظورش هست. یا مثلا یه سری از شوهای تلویزیونی و موجی‌های تلویزیونی هم خودشون در آمریکا، الن رو فکر کنم خیلی‌ها بشناسن یا ویدیوهای کوتاهش رو دیده باشن، روی فیسبوک به اشتراک می‌ذارن، اومده تبریک گفته و گفته که این اتفاق احتمالاً تو خوبه که تو کشورهای دیگه هم بیفته و چیز دوری نیستش. خود ایرلندی ها هم این قضیه رو به فال نیک گرفتن و اومدن نگاه کردن به گذشتهشون که مثلا تا سال 1993 همجنسگرایی غیرقانونی و جرم بوده در ایرلند و داشتن نگاه میکردن که الان بعد از چند سال ما به این نقطه رسیدیم و چقدر متحول شده جامعه در ایرلند. اومدن به نوعی اون تجربه های شخصی خودشون رو نوشته بودن. قبل از اینکه بریم به قسمت بعدی، خوش آمد میگم به شنوندگان رادیو فارسی بی بی سی که با رسیدن به ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران افغانستان به جمع ما اضافه شدن. در برنامه نوبت شمای تلویزیون فارسی بی بی سی داریم در مورد قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان به بهانه رفراندوم یا همپرسی که 3 روز پیش در ایرلند برگزار شد صحبت میکنیم. آیا فکر میکنید در کشوری که شما تو زندگی میکنید هم چنین رفراندومی برگزار بشه؟ میخواد چنین وضعیتی اتفاق بیفته یا نه؟ در مورد اینکه آیا یک اکثریت میتونن در مورد اقلیت ها تصمیم بگیرن یا نه، در این مورد داریم صحبت میکنیم. اگر دوست دارید در این بحث شرکت کنید، در نیم ساعت آینده ایمیل بزنید به shoma@bbc.co.uk. فرنداش واکنش های ایرلندی ها و بقیه کاربران انگلیسی زبان در فضای مجازی رو. بله، رسیدیم به اون نقطه که رأی مثبت گرفت این رفراندوم و قانونی شد ازدواج همجنسگراها در ایرلند. واکنش ها هم به نوعی چطور میتونم بگم تغییر کرد تو شبکه‌های اجتماعی، بیشتر برگشتن به قوانین گذشته که در ایرلند وجود داشت و گفتن که ببینید چقدر متحول شده از لحاظ قانون ایرلند. و یه نکته دیگه که خیلی بهش توجه کرده بودن این که ایرلند بیشترین جمعیت کاتولیک رو داره و اکثریت جمعیتشون کاتولیک هستش. اومدن نگاه کردن به اینکه از لحاظ مذهبی هم چقدر تغییر کرده و به نوعی حتی یه کشوری که انقدر مذهبی هست میتونه این قضیه همجنسگراها و ازدواج همجنسگراها رو بپذیره و به نوعی لیبرال بشه و این موضوع توش جا بیفته. این که تغییر کرد از چند سال گذشته، هم نگاه مذهبی هم نگاه قانونی، نکته بود که بهش اشاره کردم. بعد از نتایج که به دست آوردن، یه رنگین کمان هم در اون روز نتیجه گیری بر آسمان دابلین برافراشته شد که این هم خیلی واکنش های زیادی برانگیخته بود. مردم از هر جایی که بودن این رنگین کمان رو دیدن عکس گرفتن، تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن و شاید یک شوخی هم کردن که خدا هم مثلا این قضیه رو قبول کرده، رأی مثبت میده. و رنگین کمان هم همونطور که میدونیم نمادی هستش برای همجنسگراها. متشکرم. دفعه بعد که میایم پیش فرین، واکنش هایی هست که بیننده هامون خواهند فرستاد از طریق توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و ایمیل و اس ام اس. بریم سراغ تلفن ها. عباس در تهران و شهناز باز هم در تهران و همچنین با سکایپ مازیار شیرالی هست از بیرمنگام انگلستان. مازیار، خوش آمدید به نوبت شما. در مورد این رفراندوم چه فکر می‌کنید؟ ما بحث مفصلی در این مورد کردیم که آیا یک اکثریت میتونه در مورد حقوق و آزادی‌های اقلیت تصمیم بگیره یا نه. شما موافق بودی که چنین مسئله‌ای به رأی و رفراندوم گذاشته بشه، هرچند بحث از تغییر قانون اساسی هست. درود بر شما و همچنین بینندگان و شنوندگان عزیزتون. این مسئله خب یک مسئله کاملا پیچیده‌ای میشه گفت هستش، از حالا از دید حقوقی و از دید مدنیش. در مرحله اول ای کاش به این صورت بود که ما در مورد زندگی شهروند یا کسانی که در همسایه همون هستن زندگی میکنن نیازی نبود که به
این صورت بخوایم رأی گیری بشه، ولی از دوباره این رو از یک دیدگاه دیگه که بخوایم نگاه بکنیم، بله یک استپ، یک قدم بزرگ به سوی احقاق حقوق جامعه همجنسگرا هست. اگر اجازه بدید از کلمه اقلیت استفاده نکنم، ما نمیدونیم اقلیت هستیم اکثریت، ولی خب یک و این میتونه یک الگوی بزرگ برای جوامع باشه، ولی اینکه اکثریت یا اکثریت بتونن در یک جامعه تصمیم گیری بکنن، این از دوباره میتونه بگم که این مقوله رو خورده پیچیده میکنه. حالا توضیحش مفصل میشه گفت هستش. بسیار خوب. عباس در تهران، در ابتدا برنامه گفتم که موافقت با همجنسگرایی و قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در کشورهای به ویژه صنعتی و پیشرفته روز به روز در حال افزایش هست. علتش از نظر شما چیه؟ با سلام و خسته نباشید خدمت شما و بینندگانتون. من فکر میکنم به اتاق فکرهایی در خلوت هستن که مدیریت میکنند. خب. برای به صخره کشیدن کلیه ادیان و فرهنگ ها. البته افرادی هستن که مشکلات جنسیت دارن و این افراد حالا در سطح دنیا، حالا من نمیدونم چقدر باشن، آیا علم اینقدر پیشرفت نکرده که اینا بیرن تمایلشون به کدام سمت هست و از نظر علمی اینا رو درمان کنن که نخوان مثلا همچه قضیه هایی پیش بیارن برای دیگران. یکی مثال، به عنوان مثال مردم ایزلند، آیا اول بهشون توضیح دادند که عواقب این کار چیه یا به اصطلاح فواید این کار چی هست؟ ما در این مورد آقای عباس که آیا همجنسگرایی خوب هست یا نیست یا به نظر بعضی ها طبیعی هست یا نیست، در این مورد بحث قبلا کردیم. حالا این مردم پذیرفتن که طبیعی هست و در مورد ازدواجشون که قانونی بشه یا نشه رفراندوم یا همپرسی برگزار کردن. شما در مورد ازدواج چی فکر میکنید؟ حالا تصور کنید در یک کشوری مثل ایرلند خیلی ها پذیرفتن که این مسئله طبیعیه، تصورم نکنیم مثل که پذیرفتن و رفراندوم برگزار کردن، ازدواج رو مشخصا چی فکر میکنید در موردش؟ چه مشکلی از شما که مخالف هستید ممکنه پیش بیاره؟ مشکلاتش که واقعا زیاده. شما حتی مثلا مثالم که بزنید، فرزندان مثلا طلاق رو در نظر بگیرید، در هر جامعه که نگاه میکنید میبینید اکثرا مثلا اکثر بزهکاری ها از این فرزندان هستن، اکثر کسانی که مثلا ناموفق بودن یا افسردگی داشتن یا مشکلات روحی روانی داشتن از فرزندان طلاق بودن. به اون مثال دارم میگم. حالا شما اینه که یک خانواده بوده و یک پدر و مادری بوده و اصلا مسائل اجتماعی یا هر چیزی مثلا جدا شدن اصلا. حالا اینا که نه خانواده‌ای وجود داره و اصلا نه بنیان از اینا وجود داره، دو تا فرد یا دو تا خانم یا دو تا آقا به عنوان مثال میخوان فرد دیگری رو به فرزند خونده ای بیرن، مثلا بچه‌ای که اصلا انتخاب نکرده، مثل ما که پدر و مادرمون انتخاب نکردیم، ولی لااقل کم بنیان خانواده از یه اصوله، ولی ایشون مثلا میخوام یه طفل یه معصوم به فرزندی انتخاب شده و فردا که مثلا به یه سنی میرسه به مثلا مدرسه، میبینید دیگران با پدر و مادرشون میان، ببینید این چه اثرات سویی روی این افراد میذاره. همین موضوع اجازه هست با مازیار در برمنگام که خودش هم از فعالان همجنسگرایی هست، حقوق همجنسگرایان هست، مطرح کنم. اگر فرزندی در این خانواده بزرگ بشه، نکته عباس هست، و بعداً به مدرسه بره، بقیه بچه های مدرسه با پدر و مادرشون میان، این فرزند که در خانواده همجنسگرا بزرگ شده یا با دوتا مرد میاد یا دوتا زن، در این مورد عباس نگران هست که چه بر سر او خواهد آمد یا بقیه در مورد چی فکر میکنن؟ در این مورد نظر شما چیه؟ خب نگرانی این هموطن عزیزمون جناب آقای عباس، خب با توجه به جوی که و وضعیت جغرافی و وضعیت فرهنگی و آموزشی که دارن زندگی میکنن، شاید از دیدگاه خودشون در اون محوطه خیلی کوچیک درست باشه شاید، ولی ما با آموزش بازتر نسبت به این واقعیت که وجود داره در سطح جامعه، با آموزش های لازم، خب به عنوان مثال من خودم دارم فکر میکنم که حالا یکی دو سال آینده که ازدواج میکنم با همسر خود، با
همسر خودم یک این احساس پدرانه که میتونم و درک میکنم که در من هست به یک بچه دیگه، حالا این بچه هر رنگ و یا هر نژادی که میتونه باشه بدم، منتقل کنم به اون مهر پدری که در من هست، منتقل بکنم. و این رو من فکر نمی کنم که مشکلی باشه. شما فکر بکن یک فردی بچه رو از پرورشگاه این بخواد بیاره و اون مهر پدری رو بهش بده، من هیچ اشکالی درش نمی بینم تا وقتی که طبیعتاً آموزش های لازم رو ما ببینیم، کند و کاش های لازم رو در این مورد داشته باشیم و به بهترین نحو بتونیم جلو بریم در جامعه اروپا و یا حالا در هر جامعه بازی، این هیچ گونه مشکلی نمیتونه داشته باشه. معتقد هستید که نیاز به آموزش داره؟ اتفاقا در حالا در همین اروپا یا جامعه های باز خانواده های همجنسگرایی هستند و که با بچه های اینها مصاحباتی که انجام شده، این بچه ها از موفق ترین بچه ها در اون زمینه درسی یا اداری یا کاری یا زندگی خودشون میتونستن باشن. اجازه بدیم به شما برمیگردیم آقای مازیار. شهناز، صحبت از این شد که چرا در بعضی از جوامع مثل جوامع غربی ازدواج همجنسگرایان روز به روز داره بیشتر پذیرفته میشه. عباس معتقد است که یک فکری یا میشه گفت یه رو توطئه پشت این هست که مردم رو به اون طرف سوق بده. شما چطور نگاه میکنی به این قضیه؟ با درود به شما و بیننده ها و شنونده های عزیز که برنامه رو میبینن، من فکر میکنم اگر که اروپا یا کشورهای دیگه آمریکا چه این زمینه پرچمدار هستن، به خاطر رعایت حقوق بشر هست، یعنی آزادی رو به آدم ها میدن که اونطور که آدم ها مایل هستن زندگی بکنن. و اگر کشورهایی مثل ایران، ما نمیتونیم اگر هم کسانی باشن که این امیال رو داشته باشن نمیتونن زندگی کنن، به خاطر که اینجا ما آزادانه حتی در مورد پوشش خودمون نمیتونیم تصمیم بگیریم. پس این هست که نقطه تفاوت هست، برای همین هست که اروپا و آمریکا جدا میشن و اصلا نمیشه با ایران اصلا نمیشه مقایسه کرد. برای من معتقدی است که حرف اگه وقتی که حرف از تفاوت‌های فرهنگی کشورهای مختلف میاد، بنابراین این قانون باید با در اروپا و آمریکا فرق بکنه و در کشورهای مثل ایران، کشورهای خاورمیانه و مسلمان فرق بکنه. چنین فرقی رو قائل هستی یا شما؟ بله. بله، چون ما در کشورهای مسلمان که اصلا این ارتباط رو که اصلا اعدام براش میذارن، این از این مثلا نمیخوان قبول بکنن درستی که وجود داره، ولی نمیخوان باور کنن که این قضیه هست و این رو بالفعل حرام میدونن و اصلا جرم اعدام رو، یعنی حکم اعدام رو برای اینها میذارن. و ما اونجایی که کشورهای اروپایی و آمریکایی میان این کار رو میکنن، به خاطر همون آزادی حقوق بشری هستش که واقعا به این انسانها داره میشه. من سوالم از آقای عباس این هستش که این آدمها خودشون نمیخوان این طور باشن. ما متاسفانه در جامعه خودمون چون بسته هستیم زندگی میکنیم، با این افراد ارتباط نداریم، یا اگر ارتباط داشته باشیم نمیدونیم که چه امیالی رو دارن. اگر امثال آقای عباس یا دیگران که مخالف هستن در خارج از ایران با این افراد ارتباط داشته باشن و آنها رو از نزدیک ببینن، من خودم کسی بودم که اصلا راجع به مسائل اطلاعاتی نداشتم. من که من در آمریکا زندگی کردم چند سالی، اونجا به چشم دیدم، همیشه فکر میکردم کسایی که همجنسگرا هستن یه آدم های خیلی زمخت و خشن و یه چیزهای خیلی عجیب غریبی فکر میکردم، ولی موقعی که تو رستوران ها، فروشگاه ها، جایی که اصلا با مردم ارتباط دارم باهاشون برخورد کردم، دیدم اینا خیلی آدم های نایسی هستن، خیلی مهربان هستن و خیلی از منی که مثلا شاید من با برادرم، با همسرم، با کسی ارتباطی هستش، اصلا اونا مثل ما نیستن، خیلی مهربون تر از ما هستن. بسیار خوب. شما جزو کسایی هستی که به مرور زمان نظرشون تغییر کرده. اجازه بده حالا که صحبت از کسانی شد که در خارج زندگی میکنن، من با تهران عباس در تهران خداحافظی کنم. علیرضا در منچستر یکی از اون کسایی هست که ممکنه مخاطب صحبت شما باشه. علیرضا، در مورد اینکه آیا میشه به مرور زمان فکر مردم تغییر بکنه در مورد ازدواج همجنسگرایان و بیشتر بپذیرن، همچنان که به قول شهناز مثلا پوشش زنها رو به مرور زمان پذیرفتن که آزادتر باشه، یا در ابتدا برنامه گفتیم حق رأی زنان را پذیرفتن، فکر میکنی که ازدواج همجنسگرایان هم شامل این روند و این پروسه خواهد شد؟ فعلا که واقعیت نشون میده اینطور شده، ولی اگه اجازه بدید من تو دو تا نکته میخوام حرفامو بزنم. لطف کنید.
اول نکته اینه که من خودم به عنوان یه مسلمان شیعه با همجنس بازی مخالفم. این تو ادیان مسیحیت هم هست، تو ادیان یهودی هم کاری به اون نداره. اوکی، میخوام بگم من خودم همجنس بازی هم درک میکنم. من تو هم انگلیس کالج میرفتم. فقط بهتون میگم دو تا همجنس باز بودن، عاشق من شدن، هنوزم برام کارت کریسمس میفرستن. خیلی هم باحال. یه چیزی رو یادآوری کنم که صحبت از همجنس بازی و همجنس گرایی متفاوت هست. حالا اوکی، حالا اینو میخوام بگم که شما مثلا اینو میگید، اول من از آقای مازیار اینو نکته اولم اینه، میخوام بگم که هر چه رو برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. با آقای مازیار میخوام بپرسم، اگه پدر شما هم میخواست مثل شما هم جنس باشه، شما اصلا اینجا نبودی الان که بخوای بشینید برای ما نوت بکنی؟ یکی. دومی همین نکته را اجازه بده جوابش رو بگیرم از مازیار، بعد برمیگردیم به شما. اگر مازیار، اگر پدر شما هم همجنسگرا می بود، علیرضا معتقد هست که شما الان اینجا نبودی که بخوای از حقوق اونا دفاع بکنی؟ خب یک نکته اولا برای این دوست هموطن عزیزمون من روشن بکنم. همون جور که شما فرمودید، من به عنوان یک همجنسباز به این مسئله جوابی ندارم، چون من یک همجنسباز نیستم، من همجنسگرا هستم. حالا امیدوارم که در ایشون اطلاعاتشون رو نسبت به این مسئله بالاتر ببرن و فرق همجنسباز و همجنسگرا رو بهتر بتونن درک بکنن. خب زندگی ها فرق داره، زندگی ها، شخصیت ها فرق داره. و طبیعتا پدر من یک همجنسگرا نبوده و این ربطی به وجود من در این نکته رو میگیریم. مازیار صحبت از باز هم برمیگرده به ربطی به یک زندگی همجنسگرا، برمیگرده باز هم به خانواده. که اگر شما در یک قسمتی از سوالت گفتی که من اقلیت رو قبول ندارم، نمیدونیم، شاید اکثریت باشه، اکثریت مردم جامعه اونطور باشن، خیلی اونطور باشن. بنابراین نکته ای که علیرضا داره بهش اشاره میکنه این که است که باز همون بنیان خانواده است. اگر همجنسگرا باشن خیلی ها، برای فرزندی به وجود نخواهد آمد و خانواده به اون صورتی که علیرضا اعتقاد داره که پدر و مادر و فرزند باشه نخواهد بود. یعنی معتقد است اگر پدر و مادر شما هم خودشون در جایگاه خودش همجنسگرا بودن، بنابراین شما الان اینجا نبودی که بخواید دفاع بکنی. این نکته است. خب طبیعتاً پدر من همجنسگرا نبوده یا همجنسگرا یک هویته، یک هویت شخصی جنسی، همه در یک جامعه، به طور مثال من یک مسیحی، من عضو هیئت مدیره کلیسای همجنسگرایان هستم، دقیقاً مخالف با حرفی که ایشون فرمودن. ما کلیسا برای همجنسگرایان در برمینگام داریم، مسجد برای همجنسگرایان در برمینگام داریم، سنگال برای همجنسگرایان در برمینگام داریم. این مسئله حتی از دید مذهبی هم برای خودش حل شده است. و در مورد گفته ایشون نسبت این که اگر پدر من همجنسگرا نبود، نمیدونم من الان اینجا نبودم، خب این یک چیز واقعیته دیگه، این نمیشه باهاش جنگ کرد. خب حقیقتا انسان ها میتونن با هم دیگه متفاوت باشن. این نکته شماست. عباس علیرضا، نکته دومی که میخواستی بگی؟ نکته دومم اینه که شما میگید که الان اکثریت رأی دادن که مثلا تو ایلند همجنسگرایی اوکی باشه، ولی 50 سال پیش اینجوری نبوده. حالا من فرض میکنم که آقا اومدین تو 100 سال آینده، آقا رأی گیری گذاشتن که مثلا یه پدری بتونه با یه دختر 20 سالش رابطه جنسی برقرار کنه، یه پسری با خواهرش رابطه جنسی، آقا مثلا مواد مخدر آزاد باشه. چرا مثلا یه 2 میلیون معتاد تو این کشور هستن؟ آقا مثلا من میخوام فروش مواد مخدر آزاد باشه. یا اصلا از اون بدتر، آقا مثلا ما 100 سال دیگه رأی بزنیم که پدوفیلی یا بچه بازی آزاد باشه. آقا یه دفعه مثلا مردم کامبوج که انقدر فقیرن، من رفتم اونجا براشون قانعشون کردم که اگه شما پدوفیلی بچه بازی رو اینجا آزاد بذارید، توریستای بچه باز میان اینجا، اکونومیتون خوب میشه. من میخوام بگم که یک خط قرمز ما دیگه تا کجا میخوایم ببریم؟ اجازه بدید همین نکته رو از شهناز بپرسم. این ناهنجاری هایی که بهش اشاره کرد رو میشه در کنار همجنسگرایی و ازدواج همجنسگرایان قرار داد؟ شهناز، به نظر من این ناهنجاری نیست. من فکر می‌کنم پدیده‌های اجتماعی هستن و وقتی که وجود دارن بایستی که تحت حمایت قانونی قرار بگیرن. من میگم یه خود مهربان‌تر با این قضیه برخورد بکنیم، دیدای خودمون رو بذارین کنار. نه، منظورم این هست که مقایسه کرد با مواد مخدر، مقایسه کرد با پدوفیلیا و گفت که اگر اینها در جامعه وجود داره، نمیشه بنابراین پدیده همجنسگرایی رو، ازدواج همجنسگرایی رو هم به رفراندوم گذاشت، همونطور که نمیشه مثلا مواد مخدر رو رفراندوم گذاشت. نکته این هست، اینو گفتم ناهنجاری.
ببینید مواد مخدر صدمه به خود شخص میزنه، به اجتماع صدمه میزنه. مسئله همجنسگرایی من سوالم این هستش که به کی صدمه میزنه؟ آیا غیر از اجازه بدید علیرضا، همجنسگرایی به کی صدمه میزنه؟ مواد مخدر به فرد و دیگران، شما چه فکر میکنید در این مورد؟ اولا الان مثلا تو این کشور مشروب آزاده، ولی کانابیس که همه ثابت شده نظر علمی آزاد نیست، مثلا آزادش نمیکنن. حالا میگی همجنس بازی به کسی ضرر نمیده، فرض بکنیم که همه مردم دنیا همجنس باز بشن، فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ اگر آنچه را برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. آقای مازیار، شما که همجنس گرایی رو، حالا میگی همجنس بازی اینا رو برای خودت میپسندی، بعد برای منم بپسندی. خب پس اصلا شما که مخالف ما همجنسگرا هستی، چرا میخوای از پروداکت، از نتیجه یه ازدواجی که بچه باشه بری اون بچه رو ادپتش بکنی؟ بچه رو شما اصلا نباید بری ادپت بکنی، چون اصلا شما مخالف این هستی. به این نکته دیگه هست، آیا زوجهای همجنسگرا باید اجازه به فرزندی گرفتن داشته باشن مازیار؟ بله بله، ما زوجای همجنسگرا همون حس پدری رو، همون حس مادری رو، همون مسئولیت خانواده داری رو در این قسمت از دنیا، در این کشور، طی آموزش‌های خیلی بهتر، حتی در ایران هم بهتر میتونم شاید بگم، داشته باشیم و توانش رو داشته باشیم. مطلب دیگه ای رو که دوست عزیزمون از ایران مطرح کردن در مورد پدر ازدواج با دختر بکنه، اگر خودشون در جریانات حقوقی در ایران قرار گرفته باشن، این مطلب که پدر خوانده با دخترش ازدواج بکنه در ایران داشت صحبت میشد تا چند ماه پیش، که حتی من خودم اینجا در یکی از مساجدی که میرم اونجا این مطلب رو مورد بررسی و صحبت قرار دادم، که خب متاسفانه طبیعتاً بی نتیجه موند اونجا. بله، ما میتونیم یک خانواده خوب، طبیعتاً من کار میکنم، من اون حس پدری رو دارم و میتونم، حالا چه از طریق سراگیت یا حالا نمیدونم سراگیت طبیعتاً کلمه فارسیش چی میشه، شاید دوستمون بتونه اینو ترجمه بکنه، و یا اینکه از طریق آداپشن من بتونم این مهر پدری رو و این توانایی رو پدری رو برای یک بچه بی سرپناه داشته باشم. متشکرم. مازیار شیرالی در برمنگام، علیرضا در منچستر و شهناز در تهران. بریم پیام های شما رو بشنویم که به دست فرنگ. من دستبندی کنم پیام هایی که گرفتیم چطور هست اوضاع احوالشون. یه سری از بیننده هامون دارن میگن همجنسگرایی یک موضوع شخصیه و مخالفت باهاش به دیگران مربوط نمیشه و به خود اون افراد مربوطه، دقیقاً که دارن چیکار میکنن تو زندگیشون. یه سری دیگه دارن کلا میگن که نمیتونن همجنسگراها رو درک کنن و اونها رو بپذیرن، ولی این رو میپذیرن که باید حقوق برابری داشته باشن اونها، و یه سری کلا ربط میدن این موضوع رو به مسئله اسلام و اسلامی بودن و اینکه همجنسگرایی در اسلام مردود است، که البته تعدادشون کم نیست، این افرادی که دارن برای ما نظرشون رو مینویسن. من در سری بعدی تعداد بیشتری از نظرهای شما رو خواهم خوند. برید پیش ستار و صحبتهای شما رو بشنوید. بسیار خوب، بریم دوباره سراغ تلفن ها. ساغر قیاسی کارشناس مطالعات جنسیتی هست که باهاش صحبت میکنیم و همچنین با پروین در تهران. خانم قیاسی خوش اومدید به نوبت شما. در ایرلند پیش از این هم میشه گفت که اتحاد مدنی یا سیویل پارتنرشیپ به رسمیت شناخته شده بود و الان ازدواج قانونی شده، چه تفاوتی هست بین این دو موضوع؟ ببینید، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگانتون. تفاوت های هست بین اتحاد مدنی و ازدواج، یعنی اومدن در این اتحاد مدنی خیلی از حقوق دو در واقع زوج همجنس رو به رسمیت شناختن، اما همچنان به اینها خانواده گفته نمیشد و یه سری حقوقی رو که قوانین به طور کلی در این سالها برای خانواده در نظر گرفته بود، شامل این اتحاد مدنی یا پیوند مدنی نمیشد. در نتیجه به خاطر همین هم مجبور شدند که به تغییر قانون اساسی مراجعه کنند و اصلاح کنند اون رو، و ازدواج و خانواده رو شامل حال زوجهای همجنس هم بکنند. برابر این عزیز بعد چه امتیازهای دیگه ای خواهند داشت که تا پیش از این نداشتن؟ خب مشخصاً به طور مشخص مثلا در زمین همین اداپشن بچه ها، یعنی فرزند خواندگی، مشکلاتی وجود داشت، محدودیت هایی وجود داشت که امیدواریم که این محدودیت ها بر از این موضوع برداشته شه.
بسیار خوب. به شما برمیگردیم خانم قیاسی. پروین از تهران، شما چطور نگاه میکنی به این موضوع که کشورهای غربی یکی پس از دیگری دارن این موضوع رو به قانونی میکنن یا مثل ایرلند به رفراندوم میذارن تا ازدواج همجنسگرایی هم کم کم بیشتر بشه؟ نگاه شما به این مسئله چطوره؟ من فکر میکنم که همجنسگرایی الان در جوامع غربی، شاید هم جوامع شرقی، یه پدیده‌ای هست که انکارش نمیشه کرد. بنابراین اگر به رفراندوم در مورد این مسئله به عنوان یه روشی که بالاخره تکلیف حقوقی و قانونی این کار رو روشن کنه نگاه کنیم، به هر حال این یه ابزاری است که میتونه کارآمد باشه. ولی بحث اینه که اگر حتی مردم یه جامعه مثل ایرلند به این داستان رأی دادن، ما فکر بکنیم که خیلی اجازه دادیم تا خیلی نرمالایز بکنیم این داستان رو، نه که با یک دید واقع بینانه با این قصه نگاه بکنیم، بلکه خیلی با آغوش باز و مثل یه برند تبلیغاتی راجبش برخورد بکنیم. این یه مسئله دیگه ایه. من فکر میکنم که جامعه مدرن، جوامع غربی راجب خیلی از مسائل قبلا هم تصمیم گرفتن، حتی مراجعه به آرای عمومی هم کردن، ولی بعدها همون مسئله به عنوان یک الان من این نکته رو نگفتم. شما موافق ازدواج همجنسگران گرایان هستی یا مخالفش؟ من ببینید، من مخالفم. من خب در یک عمده ترین مذهبی مخالفم. عمده ترین دلیل مخالفتتون چیه؟ بفرمایید. این مخالفت از موضع یه نگاه سنتی نیست. خب ببینید، من اولا که مذهب رو با سنت رو کاملا اصلا تفکیک میکنم و فکر میکنم که جوامع مثل جوامع ایرلند کاتولیک بودن که باشن، ولی خروجشون از سنت یه واقعیته. ولی لزوما این به این معنا نیست که اینا نگاه های مذهبیشون داره تغییر میکنه. یعنی من به مذهب از یه زاویه دیگه خودم نگاه میکنم، از اون زاویه ای که نمیپسندم نگاه متسلب سنتی ها رو و نمیپسندم نگاه متحورانه متجددین رو. من به نظرم میرسه که باید ما که جامعه به یک اعتدال، به یک تعادلی فکر بکنیم و تمام برنامه ریزی هامون بره به سمت اون ایجاد توازن و تعادل. من ازدواج همجنس گرایان رو نمیخوام محکوم کنم که به رسمیت بشناسم برخوردهای خشن رو راجع به این داستان، ولی فکر داری موضوع واقعا به واکاوی و وارسی خیلی خیلی بیشتر علمی نیاز. بسیار خوب. خانم قیاسی، کوتاه حدود 30-40 ثانیه فرصت داریم، اگر بگیم این واکاوی ها یا انجام شده یا نه در این مورد که آیا ازدواج همجنسگرایان کار مناسبی هست یا نه؟ بله، ببین، این که در ایرلند به این باور عمومی رسیدن بر اساس علم روز دنیا بوده. بر اساس علم روز دنیا همجنسگرایی الان نه یک بیماری است و نه یک انحراف جنسی. انجمن روانشناسان آمریکا با 137,000 دانشمند و استاد به عنوان بزرگترین انجمن روانشناسی در دنیا معتقده که بر اساس علوم رفتارشناسی، جامعه شناسی و سلامت، گرایش به همجنس یک گرایش انسانی و معمولی است. این پدیده رو ما در طول تاریخ داشتیم، زمانی باش عادی برخورد می شده و زمانی هم با مجازات بوده. بنابراین این علم روز دنیاست و مردم بر اساس این علم این معتقد هستید که این واکاوی هایی که پروین معتقد هست قبلا انجام شده. متشکرم از شما. متاسفانه پایان برنامه بود، نتونستیم بیشتر صحبت کنیم با ساغر قیاسی، کارشناس مسائل جنسیتی، و پروین در تهران. پیام های شما و فرین. خب سمیه برامون توییت کرده، واقعیت اینه که هر شخصی با هر فکر و جنسیتی حق زندگی کردن داره و کسی نمیتونه افکار و عقایدش رو تحمیل کنه. من نروژ هستم، اینجا مشکلی نیست. مهدی از سوئد توییت کرده، گفته من سوئد زندگی میکنم، مردم اینجا خیلی هم به همجنسگرایان احترام میذارن، برعکس خیلی از مردم ما که اینو یک بیماری میدونن. خودش گفته مگه وقتی دختر پسر میخوان ازدواج کنن نظر سایرین رو راجع به این حرکت میپرسن؟ آوا گفته اگه هدف از زندگی بچه دار شدن باشه، ازدواج با جنس مخالف معنی پیدا میکنه، وگرنه با هر کسی که دوستش داری بعد ازدواج کنی. حسین هم گفته مخالفین میگن ازدواج همجنسگراها باعث میشه که دیگر جنسگراها نتونن ازدواج کنن و بچه دار بشن و چنین تصوری به نظرش نادرست و کودکانه است. نظرهای زیادی ما دریافت کردیم، اینها نمونه ای از نظرهایی بود که منعکس شدن تو برنامه. ازتون خدافظی میکنم تا یه برنامه دیگه. منم یادآوری کنم که برای آگاه شدن از موضوع برنامه فردا میتونید تا یه ساعت دیگه تقریبا به سایت فارسی بی بی سی مراجعه کنید، صفحه نوبت شما. تا فردا به یک نوبت شما دیگه. از طرف من و فرمان دیگران عزت زیاد.